حامی تی وی پلاس در 36مین جشنواره فیلم فجر. آی ماردن خوبی؟ متشکرم، خسته نباشید میگم به شما و همه عزیزان و دست‌اندرکاران جشنواره. استایل جدید چی میگه؟ عرض کنم به خدمتتون سر کار آقای بهرامیان هستم. بهرام بهرامیان. طبقه روی پیلو؟ نه. از یادها رفت. بهرام بهرامیان. بله بله. میگن ابراهیم ابراهیمیان. نه. کاریه به اسم از یادها رفته که من شخصیت یه خارجی رو بازی میکنم توی قصه، یه شخصیتی که میشه گفت دورگس ایرانی و یه ملیت دیگه که به واسطه اون گریمم به اون سمت رفته. کم و بیش مشغولیم. فیلم ماهورا رو دارین، چطور بود؟ دیدم فیلمو توی کوروش دیدم. خسته نباشید میگم به همه عوامل کار، به بازیگرا و تهیه کننده خوب کار آقای جلالی و خدا رحمتشون کنه آقای آخوندی. من سکانس های زیادی توی اون قصه داشتم. قصه ماهورا، قصه مردم جنوب، دلاوری هاشون و غیرت مردم این سرزمین در شرایط سخت و شرایط ویژه. اگر بخوام خیلی کوتاه و مختصر در موردش بگم، خلبان هواپیمای جنگیه و مسئول. نه، چیزی راجع به قصه نخواهم گفت. توی اون منطقه سقوط میکنه و قصه آغاز میشه. شخصیتی خلبان توی منطقه جنوب ایران با چتر فرود میاد و قصه آغاز میشه. میونه کلامتون یه سری بازیگرهایی رو میدیدین مثل شما که همه در واقع قدیمی هستین، حالا به جز ساهد و سایلی. ساهدم قدیمیه ولی من به شما و همسن و سال شما دارم اشاره میکنم که یه مدت بود خیلی کم کار میکردین، همه در واقع شماها کنار هم جمع شده بودین. این اتفاق فکر میکنین که برای یک فیلم اتفاق خوبی باشه؟ ببینین، من نمیدونم دقیقا منظورت کدوم بازیگراست، ولی خاطرم هست زمانی که دعوت شدم واسه این کار، دوستان ما شدیداً درگیر این بودن چه شخصیتی رو انتخاب بکنن واسه شخصیت خلبان قصه. ماهورا کستش خیلی یه دفعه عوض شد، یعنی مثلا قرار بود محسن تنابنده باشه، سعید آقاخانی. احسن. خب این قضايا رو میتونم بگم هیچ ارتباطی حداقل به این سمت نداشت. ما قصه قرار بود واسه شخصیت اول قصه که شخصیت امین قصه میشه، خب در واقع کاندیداهای مختلفی رو داشتن و در نهایت قرعه به نام ساعد افتاد. اتفاقاتی افتاد در طول روند انتخاب بازیگری که فکر میکنم باید خودشون جوابگو باشن. ولی درست میگین، آره این اتفاق افتاد. ولی من از روز اولی که دعوت شدم به این دفتر و دعوت شدم به این کار، در واقع نگاهشون روی من به خاطر خلبان بود و در واقع میتونم بگم جز اولین بازیگرایی بودم که با این کار قرارداد بستم. و دلیل اینکه حضور من بعضی موقع ها سوال میشه، شما هم شاید یه جورایی تو صحبتاتون اشاره کردین، من آخرین کار سینمایی که کار کردم کار متروپول بوده با آقای مسعود کیمیایی و در طول این سالها یادم میاد سالها پیش واسه یه کار ساموئل خاچیکیان انتخاب شدم که ایشون نتونستن کار کنن، با شاپور غریب کار کردم، پرویز شیخ دادی، خیلی از کارگردانایی که صاحب سبک و دارای شناسنامه خوب هستن توی این سینما. ما هر چی توی عالم بازیگری به سمت جلو هست. انگار یه جوری تو سایه بودین، قبول دارین اینو؟ قطعاً همینطوره و فکر میکنم من جزء اون دسته آدمایی ام که به خاطر سکوت زیاد و این احساس که باید در واقع بدون حاشیه سازی و بدون هیچ گونه تنشی آدم هدفش رو در واقع جلو بره، متاسفانه خیلی از دوستانی که دوست دارم اینو الان توی این جشنواره مطرح کنم، خیلی از دوستانی که تو همون سالهای اول ورود من به سینما خیلی مصرانه معتقد بودن که من نباید هر فیلمی رو برم و نباید هر کاری رو بازی کنم، هیچ کدوم از اون عزوزان هیچ وقت در راستای کار سینما این حرفا رو زدن ولی هیچ وقت کمکی. شما میگین آدم ها شلوغ کاری کنن، حاشیه داشته باشن، خیلی پررنگ تر میشن؟ نمیگم این مثل یه اصله، ولی ظاهراً بعضی موقع ها میبینیم که خیلی از انسان ها انگاری دوست دارن که حاشیه باشه. که شما از حاشیه چیه؟ هر حاشیه‌ای میتونه حرکات یه
خانم توی جشنواره باشه که با روسریش بازی میکنه به عنوان به خانم صابری اشاره میکنه. نه ببینین این یه مثال میزنم، نمیگم ایشون این کارو عمدن کرده، اتفاقات و فضای پیرامون ما اینو تبدیل به یه حاشیه میکنه و ناخودآگاه این اتفاق بولد میشه. داری که به خاطر حاشیه بولد بشه به نظرتون دوام خواهد داشت؟ اصلا ببینین اگر من موافق با این قضايا بودم، ببینین من خواهش میکنم سوء تفاهم پیش نیاد، من این خانومو نه میشناسم نه این قضايا رو دنبال میکنم، فقط در مورد خودم میگم اعتقاد من بر اینه که یه بازیگر باید بتونه در کارهاش و در آثارش و در اثرهایی که بازی میکنه، همونطور یه کارگردان و هر کدوم از عوامل سینما باید قدرت و تواناییشون رو در کارشون در واقع به نمایش بذارن، فارغ از هر گونه حاشیه‌ای، فارغ از هر گونه صحبتی. من حاشیه نداشتم و سعی کردم که همیشه تواناییمو توی کارام بذارم. خب به نظر خودتون با این همه سال سابقه و کار کردن با همه کارگردان‌های بنام، فکر می‌کنید چرا هنوز شاید اونطور که باید و شاید اون اتفاق نیفتاد؟ ببینید فکر می‌کنم همینی که میگین اون اتفاقه انگاری هیچ تعریفی براش وجود نداره در عالم هنر. این فقط شامل حال سینما نمیشه، تو موسیقی هم همینطوره، تو اکثر رشته ها ما میبینیم که خیلی از هنرمندا سالیان سال زحمت میکشن و تلاش میکنن ولی توی یه برهه‌ای از زمان، توی یه مقطعی از زمان با یک فیلم، با یک ترانه، با یک ترک اون اتفاق میفته و تازه بعد از افتادن اون اتفاق حالا کسایی که علاقه‌مند شدن به این شخصیت و این کاراکتر میرن سراغ کارهای قدیمیش. این اتفاقیه که فکر میکنم همه ی بچه هایی که تو عرصه های هنری هستن راجع بهش فکر میکنن و راجع بهش حرف میزنن. یه دسته از هنرمندان هم داریم که این اتفاق براشون میفته ولی فقط یک بار میفته، که من با اینم دغدغه دارم. چرا فقط یک بار؟ یعنی اگر من یوسف مرادیان یه فیلمی رو بازی کردم و با اون فیلم چهره شدم، من این حق رو ندارم که تا آخر عمرم فقط به اون یک فیلم استناد کنم. من معتقدم باید به قدرتی از بازیگری برسم که اگه پرسیدن کدوم کارت بهتره بگم آخرین کاری که بازی کردم. این اعتقاد منه در راستای سینما و احساس میکنم که در این راستا تلاش خواهم کرد و ادامه خواهم داد. به جرأت میتونم بگم وارد هیچ باند و گروهی نشدم. با بعضی از عزیزانی که تو این سینما خودشونو انتخاب بازیگر یا هر چیز دیگه ای میدونن اصلا رابطه خوبی ندارم و هیچ وقت نداشتم و این روند ادامه خواهم داشت. قطعا همینطوره. من تغییر رویه به نظرتون خوب نیست؟ اسم ببرم کارهایی که توسط این آدما بایکوت شدم چون عزیزان دیگه رفتن و اون نقش ها رو بازی کردن به خودم اجازه نمیدم اسم ببرم. خب ولی میتونم بگم بعضی از اون کارها به حدی عظیم و با شکوه بودن که واسه هر بازیگر در تاریخ تور زندگیش ممکنه فقط یک بار اتفاق بیفته. یه چیزی راجع به بازیگرا میگن نقش رو یه جوری بازی میکنه که مال خودش میکنه و با نقش قبلیش خیلی فرق داره. اصلا آدم یادش میره نقش قبلیشو. به نظرتون شما اینجوری بازی میکنی نقشاتونو؟ مطمئناً اگر شرایط فیلمنامه و شرایطی که نوشته شده و تعریف شده اون شخصیت و از همه مهمتر کارگردانی که روی اون کار ایستاده و در واقع بازی میگیره، قطعاً همینطوره. من به جرأت میتونم بگم نقشی رو که به عنوان آخرین کار میگم، نقشی رو که تو کار آقای کیمیایی بازی کردم، فرسنگ ها با شخصیت خودم، کاراکتر خودم فاصله داره و خوشحالم از اینکه استادم آقای کیمیایی راضی بودن از ایفای اون نقش. سوال آخرم ممنون میشم کوتاه جواب بدین، ماهورا فکر میکنین در چه بخشی کاندیدا بشه و یا حتی جایزه بگیره؟ امیدوارم در تمام بخش ها این اتفاق براش بیفته. خیلی سخته، خیلی سخته، ولی قطع به یقین یکی از عزیزانی که بی نهایت انرژی گذاشته و خوش درخشیده ستار اورکیه در بخش آهنگسازی کار.